بازیگران سینما فقط بر پرده سینما خوش نمی درخشند، بلکه در صحنه زندگی هم تلاش‌های قابل تحسینی دارند. در واقع زندگی اونها هم مانند هر انسان دیگه ای مملو از تلاش و مبارزه برای رسیدن به موفقیته. اونها تا رسیدن به شهرت راه سخت رو طی میکنند. به همین دلیل داستانهای جالبی در مورد اتفاقاتی که در این راه از سر میگذرونن دارند. در ادامه به حقایق تحسین برانگیز درباره زندگی 9 تا از بازیگران هالیوود میخوام بپردازم. فقط قبل از اون لطف میکنید که کانال منو سابسکرایب بکنید و اگه از دیدن این ویدیو هم خوشتون اومد حتما برام لایک بکنید این ویدیو رو و اینکه کامنت هم فراموش نشه. خب لیتس گو. شماره 1. امیلیا کلارک قبل از بازی در سریال بازی تاج و تخت برای پرداخت اجاره خونش همزمان 6 تا کار میکرد. وقتی کاستینگ ایجنت امیلیا کلارک با او تماس گرفت، امیلیا تازه از دانشکده تئاتر فارغ التحصیل شده بود و همزمان 6 تا شغل داشت تا بتونه اجاره خونه‌اش رو پرداخت بکنه. این تماس در مورد تست بازیگری سریال بازی و تاج تخت بود. امیلیا هر چه در توانش بود برای این تست انجام داد و دقیقاً همانی بود که باید می بود. کلارک در تست بازیگریش برای نقش دنرس بسیار خوب ظاهر شد و کار او مورد پسند شورانرهای بازی تاج و تخت یعنی دیوید بینیاف و دن ویس قرار گرفت. اما اونها مجبور بودن رئیس شبکه HBO رو هم راضی بکنن. به همین دلیل وقتی امیلیا در تست دوم ظاهر شد فقط بینیاف و ویس لبخند به لب داشتن و نه رئیس شبکه. ویس در این باره گفته امیلیا پرسید کاری هست که از دستش بر بیاد تا جو رو راضی بکنه و بینیاف هم ازش پرسید میتونی برقصی؟ امیلیا هم بدون هیچ اشتباهی مثل یک ربات شروع کرد به رقصیدن. این کارو متعهدانه و خیلی خوب انجام داد. حتی رئیس شبکه هم دیگه چاره جز لبخند زدن نداشت. شماره 2. کیت هرینگتون به خاطر حفظ شأن یک زن خودشو درگیر دعوا کرد و روز بعد با یه چشمی کبود به تست بازیگری سریال بازی تاج و تخت رفت. کیت هرینگتون با دختری که اون زمان به نوعی دوست دخترش به حساب می اومد به مکدونالد رفته بود. هیچ میز خالی در رستوران نبود. به خاطر همین اونها نهایت مجبور شدن کنار یک زن و شوهر بشینن. مردی که اونجا نشسته بود شروع کرد به توهین کردن به دختر همراه هرینگتون و همین دلیل کیت با اون درگیر شد. اما اون مرد بسیار درشت اندام‌تر از او بود و به گفته خود کیت اون رو له کرد. هرینگتون چه بازنده این دعوا بوده باشه چه برنده، اون همون کاریو کرد که هر مرد دیگه‌ای در چنین موقعیتی بود انجام میداد. جالب این که فردای همون روز کیت با یه چشم کبود در تست بازیگری سریال بازی و تاج و تخت حاضر شد و تونست این نقش رو به دست بیاره. شماره 3. جیم کری در 12 سالگی بعد از مدرسه 8 ساعت در یک کارخونه کار میکرد تا کمک خرج خانوادش باشه. پدر جیم کری شغلش از دست داد و خانواده او مجبور شدن مدتی رو درون یک ون زندگی بکنن. جیم که در اون زمان هنوز به مدرسه میرفت بعد از مدرسه 8 ساعت در یک کارخونه کار میکرد. اما با وجود این مشکلات جیم هرگز از رویای کمدین شدنش دست نکشید. در 15 سالگی کری شروع به اجرای استنداپ کمدی در یک کلوپ کمدی در تورنتو کرد. شماره 4. رابرت دانی جونیور یک بار جان خانم محسنی که دچار خونریزی شده بود رو نجات داد. این خانم محسن با ویلچرش در حال رد شدن از یک شیبراهه بود که قلم پایش دچار بریدگی شدیدی شد. دانی جونیور که در اونجا حضور داشت به یک نفر گفت با آمبولانس تماس بگیره. با کدش زخم زن رو بست، به او اطمینان داد همه چیز روبراه خواهد شد و به او گفت که پاهای زیبایی دارد. او میدونست که تا رسیدن آمبولانس باید چطور حواس زن رو پرت بکنه. دانی زن گفت که هر وقت رسیدی خونه و حالت بهتر شد حتما با من تماس بگیر تا یک روز با هم دیگه غذا بخوریم. علاوه بر این رابرت میتونه به خوبی آواز بخونه و در شرف راه اندازی پروژه‌ای برای پاکسازی کره زمین از آلودگیه. شماره 5. جیسون موموا با کمک یک رقص سنتی به نام هاکا تونست دو نقش رو تصاحب بکنه. موموا در تست بازیگری سریال بازی تاج و تخت یک رقص سنتی به نام هاکا که مربوط به فرهنگ ماوری میشه رو به زیبایی اجرا کرد. به گفته موموا از اونجایی که شخصیت کالدروگو دیالوگ بسیار کمی در فیلمنامه داشت، اون تصمیم گرفت از این رقص برای تست بازیگریش استفاده بکنه. چون رقص بسیار قدرتمند، ترسناک و زیبا بود. این رقص سنتی با کاراکتر دروگو کاملا هماهنگ بود. اجرای قدرتمند موموا باعث شد او موفق بشه نقش کالدروگو رو تصاحب بکنه و به او کمک کرد برای نقش کنان در فیلم کنان بربر هم انتخاب بشه. شماره 6.
رابرت دنیرو خودش رو وقف نقشایش میکنه، در اونها فرو میره و خودش رو تبدیل به اونها میکنه. دنیرو برای بازی در نقش جیک لاموتا در فیلم گاوه خشمگین خودش رو رسما تبدیل به یک بوکسور کرد. او 27 کیلوگرم به وزن خودش اضافه کرد و صدها ساعت در رینگ بوکس با خود لاموتا تمرین میکرد. او مهارت زیادی در بوکس پیدا کرد و حتی در 3 مسابقه سطح پیشرفته شرکت کرد که در 2 تای آنها به پیروزی رسید. لاموتا او را تحسین میکنه و میگه او استانداردهای تبدیل شدن به یک بوکسور حرفه‌ای رو داره. رابرت دنیرو برای نقشش در فیلم راننده تاکسی هم مدتی راننده تاکسی شده بود و حتی برای نقشش در فیلم تنگه وحشت به یک دندانپزشک پول داد تا به دندانهایش شکل نامرتب و ساییده بده. شماره 7. کورتنی کاکس به اچیرن اجازه داد در یکی از خونه‌هایش زندگی بکنه، مثل نقشش مونیکا در سریال فرندز که به ریچل اجازه داد در آپارتمانش زندگی بکنه. کورتنی کاکس در زندگی واقعی هم قلب مهربونی داره. کاکس به اچیرن و خواننده مشهور و محبوب اجازه داد در خونه‌اش در مالیو زندگی بکنه و اد زمانی که در حال کار بر روی آهنگ‌های جدید آلبوم بعدیش بود چندین ماه رو در خانه کورتنی زندگی کرد و اونها حالا دوستان نزدیکی هستن. البته خوبی‌های آدم‌های خوب بدون جواب نمی‌مونه. اد شیرن کورتنی رو با دوستش جانی مک‌دید، موزیسین ایرلندی آشنا کرد و حالا او و کورتنی با یکدیگر نام زدن. شیرن میگه تا به حال هیچ وقت اون دو رو تا این حد خوشحال ندیده بودن. شماره 8، مورگان فریمن برای نجات جمعیت زنبورها مزرعه 502 هزار متر مربعیش رو تبدیل به پناهگاهی برای زنبورهای عسل کرده. مورگان بدون اون که قصدی برای برداشت عسل داشته باشه در مزرعه خودش گلهای مورد علاقه زنبورهای عسل رو کاشته. فریمن هنگام غذا دادن به زنبورها لباس زنبورداری به تن نمی کنه و زنبورها هم رو نیش نمی زنن. او متوجه شده اگر رفتار پرخاشگرانه با زنبورا نداشته باشید اونها به شما حمله نمی کنن. 80% از کار گردافشانی در سراسر دنیا توسط زنبورا انجام میشه. به همین دلیله که کمک به بقای اونها و افزایش جمعیت اونها بسیار ضروری و لازمه. در آخر شماره 9، جنیفر لارنس با وجود 2 بار رد شدن در تست بازیگریش دست از تلاش بر نداشت و بالاخره تونست اون نقش رو به دست بیاره. جنیفر لارنس برای نقش اصلی فیلم زمستان و استخوانسوز 2 بار تست داد، اما مسئول انتخاب بازیگر و تهیه کننده فیلم به او گفتن که چهره او برای این نقش مناسب نیست. اما لارنس دست از تلاش بر نداشت. وقتی تیم انتخاب بازیگر به نیویورک رفته بود، او با چشمانی که تعمدن با گریه قرمزشون کرده بود به نیویورک رفت. دوباره تست داد و تونست اون نقش رو تصاحب بکنه. به گفته لارنس احتمالاً او آنها رو ترسونده بود و آنها به همین دلیل این نقش رو به او دادن. جنیفر بازی خیلی خوبی در این فیلم ارائه داد و این نقش به سکوی پرتاب او تبدیل شد. علاوه بر این لارنس بنیادی تأسیس کرده که کار اون حمایت از سازمان‌هایی که نیازهای اساسی کودکان رو تأمین می‌کنند و امکاناتی مانند آموزش، هنر و دیگر موارد برای اونها فراهم میشه. خب دوستان، اگه از دیدن این ویدیو خوشتون اومد بازم ممنون میشم که منو سابسکرایب بکنید. مرسی، خداحافظ.